لوئیس بونوئل بی تردید یکی از اعجوبه‌های تاریخی سینمای جهانه. فیلمسازی خلاق که در سال 1900 در اسپانیا متولد شد. اما بسیاری از فیلمهاش رو در فرانسه، مکزیک و آمریکا ساخت. بونوئل در جوانی با سالوادور دالی، نقاش اسپانیایی و فدریکو گارسیا لورکا دوست بود و در میان سالی به عنوان روزنامه‌نگاری چپگرا همراه با جمهوری‌خواهان اسپانیا علیه دیکتاتوری فرانکو مبارزه می‌کرد. بونوئل اگرچه اولین فیلم خودش رو قبل از 30 سالگی ساخت، اما بزرگترین و مشهورترین فیلم‌هاش رو بعد از 60 سالگی کارگردانی کرد. جوانی بونوئل با تولد مکتب سورئالیسم همزمان بود و همین تقارن باعث شد که این فیلمساز تازه کار عصیان خودش علیه مبانی مذهبی و اجتماعی غرب رو با استفاده از سبک سورئال به تصویر بکشه و از این زبان برای شوریدن بر منطق بورژوایی استفاده کنه. درست به همین خاطر برخی از منتقدین به لوئیس بونوئل پدر سینمای فراواقع‌گرا لقب دادن. بونوئل راوی تیزبین و خونسرد آشوب و تشویش بود. این جادوگر سینما از ترفندهای تصویری نفرت داشت و تکنیک فیلمسازیش بی‌رنگ و لعاب و ساده بود. لوئیس بونوئل استاد مسلم سینمای سورئال بعد از یک عمر فعالیت سینمایی در 29 آوریل سال 1983 درگذشت. از جمله مهمترین آثار سینمایی اون میشه به فیلم‌هایی مثل سگ آندلوسی، دختر فریب، رابینسون کروزو، بلندی‌های بادگیر، خاطرات یک مستخدمه، تریستانا، جذابیت پنهان بورژوازی، شبح آزادی و میل مبهم هوس اشاره کرد. او در سال 1961 به خاطر فیلم ویردیانا نخل طلای جشنواره کن را از آن خودش کرد و بارها در اون جشنواره سینمایی نامزد دریافت جایزه شد. فیلم صامت سگ آندلوسی ساخته سال 1928 یکی از عجیبترین فیلم های بونوئل و به تعبیری اولین فیلم سورئالیستی تاریخ سینماست. بونوئل این فیلم رو همراه با سالوادور دالی ساخت. فیلمی سیاه سپید با داستانی گنگ و مبهم. در انتهای بخش شناسنامه این هفته بخش هایی از سگ آندلوسی ساخته لوئیس بونوئل رو با هم میبینیم.